بله قبلا همون دو هفته قبل در مطبوعات ترکیه این بحث مطرح شده بود که اگر در جریان سفر اردوغان خواسته های اردوغان از طرف دولت ترامپ مورد قبول واقع نشه، این احتمال هستش که دولت ترکیه بخواد سیستم دفاع ضد موشکی S-400 رو از روسیه خریداری بکنه و اگر این معامله صورت بگیره عضویت ترکیه در ناتو احتمالاً به خطر خواهد افتاد. و فکر کنم به این خاطر ترامپ سعی کرده که تا حدی به خواسته های اردوغان در بعضی جنبه ها جواب بده و مانعی از نزدیکی بیشتر ترکیه به روسیه بشه و همچنین احتمال اینکه روابط ترکیه با ناتو در پی عدم توافق با آمریکا بر سر مسئله سوریه و سایر مسائل باعث گسست بشه باعث شده که در این سفر تا حدی بتونن در مواردی به توافق برسن که عرض کردم اگه توافق حاصل نمیشد احتمال اینکه ترکیه تمایل به خرید سیستم دفاع ضد موشک S-400 روسی داشته باشه گسترش پیدا میکرد و احتمال عقد قرارداد در ماهای آتی هم پیش بینی شده بود که فکر کنم با توافقاتی که فعلا از گوشه کنار شنیده میشه این احتمال تقریبا احتمالش خیلی کم شده.